ولسوالی درقد از ولسوالی های صعب العبور و مرزی ولایت تخار است که در فاصله بیش از 100 کیلومتری و شمال شهر طالقان مرکز ولایت تخار موقعیت دارد. این ولسوالی با کشور تاجکستان و ولسوالی های ینگی قلعه، دشت قلعه و خواجه بهاءالدین هم مرز است. ولای خشک به هیچ ولسوالی هم جوار ندارد. مردم با استفاده از قایق رفت آمد می کنند که در تابستان و بلند شدن سطح آب دریا مشکلات مردم بیشتر می شود. ما از حکومت می خواهم این همیجا پول جور شود، مردم هم مشکلاتش رفع شود، در نصف شو می آیجا مردم مطل می شود، مریضی ایجا فوت می کنند، مردم را گذر گشت، گشت گذر کده نمی تانند، این همه حالی پیلا خوب است، این همه کمه در رد می شود، صبح باز ماهی جوزه سرطان در مردم ایجا 2 ساعت، 3 ساعت منتظر می ماند. این مرد 10 سال می شود در این دریا قایقرانی می کند. میگوید رفت آمد مردم با ولسوالی های همجوار و مرکز ولایت با مشکلات همراست و ایجاد پل عبوری در این بخش نیاز جدی مردم است. ما چیز این 15 سال میشه میجا مردم کار میکنیم، یعنی مال هم رات است که موتور صدا تیر میشه، دار پیشه میگیریم یا میته یا نمیته، وقتی جوزا و سرطان بیا ایجا 2 ساعت 3 ساعت ایجا مردم منتظر میشه، نه برای ایجا مقصد به حق میرسه، ایدسی که نوبت نیست. در همین حال مسئولان محلی میگویند نبود پل بر فراز دریای آمو از جمله بزرگترین مشکلات باشندگان این ولسوالی به شمار می رود که با اعزام مکرر بزرگان قومی و پیشنهادهای مکرر ساخت ساز یک پل کیبلی بر فراز دریای آمو منظور شده و قرار است کار آن آغاز شود. یکی از مشکلات های اساسی ولسوالی درقد نبود پل معیاری و اساسی بالای دریای آمو ولسوالی درقد است که در این رابطه ولسوالی درقد با اعزام مکرر نماینده های این ولسوالی به مقام ولایت و رهبری وزارت فواید عامه این کشاف دیاد ریاست الوزرا توانسته که امر یا منظوری یک پل کیبلی را در ایستای شرک عمری بگیره که چند قبل حیاتا و تیمی سروی آمده بود سروی کردن و خوشبختانه منظور شده. بر بنیاد گفته های مسئولان در ولسوالی درقد نبود پل بر فراز دریای آمو رفت آمد 80 هزار نفر را به طالقان مرکز ولایت تخار و سایر ولایت ها با دشواری ها روبرو کرده است.